سلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدمت همه شما. تصویر نیست میفرماید هانی، میفرماید تصویر نیست. این دانش آموزی شما چی؟ این دانش آموزی، یعنی هر چی دانش آموز داره میبینه خصوصی شما. عید شما مبارک باشه آوین، خصوصیش کن دیگه. نگو چی گفتی؟ میگم که این تصویر که هم دید شما بازه همین یکی دانش آموز. خب حله دیگه، همینو باید بگیم. یعنی اگه لگ گفتن، اگه اینجا لگ گفتن، لگ اگه گفتن صدا نیست، اگه این صدا نبودش صدا. همه چی اوکی. عید شما مبارک باشه، ایشالله که هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. عرضم حضورتون که جلسه دومه یه جلسه اومدیم درباره کلیت کار با آرایه های ذره سر و کله زدیم، بعد الان دیگه رسماً آرایه هامون رو شروع میکنیم. از آرایه مزخرفه مثل تناسب یا مراد نظیر شروع میکنیم، میریم تا آخرش. این جلسه دیگه یه سری از این آرایه های پیش پا افتاده رو میگیم. جلسه بعد که دیگه تثبیت شدیم، تعدادمون مشخص شد، معلوم شد کی با ماست کی با ما نیست، میریم سراغ تشبیه. تشبیه رو درس میدیم، نمونه تشریحش رو حل میکنیم، ارکانش رو میگیم، مشخص میکنیم ارکانا رو، بعد تک تک این ارکانا رو حذف میکنیم، از دل تشبیه یه استعاره میسازیم، مجاز رو میگیم، فرق استعاره و مجاز رو میگیم، دیگه پروندهمون اونجا بسته میشه. نه، یه کار 3-4 جلسه است اینی که دارم میگم. اینجوری نیست که توی یه جلسه یهو همه جمع بشه. تعارف نداریم که هممون با استعاره و مجاز و فرق استعاره و مجاز و اینا مشکل داریم دیگه، کهیر میزنیم مثلا. دستور زبان رو بعدش شروع میکنیم، دستور زبان رو بعد از آرایه شروع میکنیم. بعد دستور چون یه درس خشکیه، یه ذره اذیتکاره، هم برای شما فهمیدنش سخته، هم برای من یکم درس دادنش، یه 10 جلسه پشت هم دیگه دستور بگیم، مثلا کلاس یه حالت دفرمه ای میشه. وسطای دستور میریم قرابت معنایی، میریم آرایه، میریم چیز تاریخ ادبیات، املا و لغت، دوباره برمیگردیم. دستور نمیذاریم که اونجوری بشه. کلاسمون هم خانم هدیه تا ساعت 3:30 با اجازه شما. املا و لغت هم میگیم خانم نسیم. بعد آقا بریم ببینیم. یه قلم کاغذ کنارت بذار. این جزوه ما یه سری ناقصیا داره این شکلی. اینا رو باید کاملش کنیم. خب. عزیز جان، تناسب یا مراد نظیر. اول از همه اینو بگیم که آقا مراد نظیر و تناسب هیچ فرقی با همدیگه ندارن. تناسب همون مراد نظیره، مراد نظیر همون تناسبه. بعضی از معلمامون میان یه فرقایی بین این دوتا میگن که درستم میگن، به حقم میگن، اما اضافه گویی میکنن. وقتی که کنکور سراسری، توی کنکور سراسری اینجا نگاه کن، توی قسمت کارشناسی تفاوتی بین تناسب و مراعات نظیر نمیذاره، چرا ما باید ذهن دانش آموز رو درگیر کنیم؟ به بچه میگم آقا چرا نزدیم؟ بابا به این راحتی ملخ هم اینو میفهمید. میگه که آقا دو تا بود اما تو صورت سوال نمیشه و مراعات نظیر. ول کن اون چیزایی که اضافه بر سازمان بهت گفتن. کنکور سراسری فرقی بین تناسب و مراعات نظیر نمیذاره. بعد این که اصلا مراعات نظیر چی هست؟ به کار بردن کلماتی که به هر عنوانی، حالا جنس میتونه باشه، نوع، مکان، زمان و هر چیز دیگه، با هم ارتباط معنایی دارن، توی یه زیر مجموعه قرار میگیرن، به اینا میگن تناسب یا مراد نظیر. آقا جون مراد نظیر بیش از هر آرایه دیگری در شعر و نثر فارسی کاربرد داره. یعنی چی؟ یعنی شما سنگم برداری زیرش یه تناسب پیدا میکنی. این یعنی چی؟ یعنی اینکه چون زیاده به ما نمیخوره ما بیایم سراغ مراد نظیر. یه دونه کنارش از این علامتای این شکلی میذاریم که بعداً آرایه هامون تموم شد، تک تک گفتیم، میخوایم حالا اینا رو قربالش کنیم، به در بخوراشو نگه داریم، ما بقیشو بریزیم دو. 3-4 دسته آرایه میکنیم که همیشه اول با چیا شروع کنیم، اگر اینا نبودن سراغ چیا بیایم و هرگز سراغ کدوم دسته اصلا نریم. خب پس مراد نظیر یه دونه از این علامتای کنارش بذار، چون اصلا به درد نمیخوره، خیلی زیاده. نگاه کن، هم میشه تو تستای ترکیبی بهت نشون میدم، هم میشه طراح اولی رو مینویسه استعاره،
دومی رو یا مثلا یه جای دیگه می‌نویسه مجاز یا یه جای دیگه می‌نویسه ایهام، میدونه بچه با دیدن اینا کهیر میزنه، فرار میکنه، میترسه. دومیشو میاد می‌نویسه تناسب. تو احساس میکنی ول شدی وسط مزرعه تیتا برانی. آقا پیدا کردن تناسب خداییش از استعاره و مجاز و ایهام راحت تره دیگه. بعد تو میای سراغ این، میای سراغ این تناسبه، چهار تا گزینه رو میخونی، هر چهار تا گزینه تناسب داره، 40 ثانیه وقتت رفت، پرت شد. بنابراین این آرای خوبی نیست. حالا چند تا با هم دیگه میزنیم، نگاه کن. پرستار امرش همه چیز و کسب، بنی آدم و مرغ و مور و مگس. میتونی بگی الان کدوما با هم دیگه تناسب دارن؟ زودتون سری تایپ کن ببینیم. پرستار امرش همه چیز و کسب، بنی آدم و مرغ و مور و مگس. دم شما گرم. این جک و جونورایی که اینجا نوشته، اینا همشون با هم دیگه تناسب دارن. مخلوقات خداوندن، پدیده های خداوندن. یکی را به سر بر نهد تاج بخت، یکی را به خاک اندر آرد ز تخت. بگو باریکلا. سلام مائده. تاج و تخت، دم شما گرم. آقا این تاج، اینم تخت، جفتشون ابزار پادشاهی هست. خب حالا یکی دیگه پیدا کن. بعضی وقتا میگه تو کدوم گزینه تناسب بیشتر به کار رفته، بهره بیشتری برده. به جز تاج و تخت چی و چی رو میتونیم بگیریم؟ مرسی هانیه. سر و تاج، جایگاه تاج روی سره. دم شما گرم. ایوالا ایوالا. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. مرسی فائزه. چشم و دل و جان دیگه، یه بار دیگه میتونی چشم و با دیدن و نادیدن و اینا تناسب بگیری. پس چند حالت بیتتو نگاه کن. کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق، بیا که یاد تو آرامشیست طوفانی. لنگر کشتی، لنگر کشتی دیگه چی؟ این لنگر، اینم کشتی دیگه. دیگه دم شما گرم. طوفان، یکی دیگه بگو، یکی دیگه بگو. این کنار یعنی چی؟ کنار یعنی ساحل. بنابراین میتونی بگی ساحل و لنگر و کشتی و چرا عشق بخواد کشتی، کشتی و طوفان با هم دیگه تناسب دارن. ردیفه خیلی احمقانه است، خیلی احمقانه است، خیلی هم پرتکراره، یعنی توی بیتا زیاده. و اینکه تا الانی هم که ما داریم با هم دیگه حرف میزنیم، تا این سالی که کنکور برگزار شده، هرگز طراح نیومده یه تست و حرومه یه آرای تناسب بکنه. این تست، تست تألیفیه، متوجه این؟ هرگز نیومده یه تست و حرومه یه تناسب بکنه. بوده تناسب به عنوان سیاهی لشکر تو آرایه های ترکیبیمون بوده، اما هیچ وقت نیومده این حالت بگه. حالا شما یه دونه حل کن، یه گزینه به ما بگو ببینیم. خورشید میگه گزینه یک. ماشاءالله. زوم کنی روی تخت سلطان. دست دارد. باریکلا باریکلا. خب الان همه نوبل ادبی میگیرید دیگه، یه تناسب درست گفتیم. آقا گزینه دوم که میگید داره. ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. اینجا میتونیم بگیم ارغوان، یاسمن، نرگس، شقایق، اینا مجموعه نباتاتن، با هم دیگه تناسب دارن. بیتاب نظیر جوشش چشمه دور، این رود به جستجوی دریا میرفت. بودو باریکلا. مرسی کیانا. آقا چشمه، رود، دریا، اینا با هم دیگه تناسب داره. پای را باز مگیر از سرم ای دوست، که دست گر به هیچم برسد نرسد، خود به دعایی برسد. مرسی آوی. پا و سر و دست، مجموعه اندام بدن. خیلی راحته، خیلی مزخرفه، یه نمور دقت میخواد. آرایه هایی که مثل تناسب تا الان تو کنکور سراسری نیومده، به همین حدش اکتفا کن، چیز خاصی نداره. بیشتر از این دیگه وقتمونو حرومش نمیکنیم. خب بریم سراغ یه آرایه دیگه. این آرایه تضاد آقایون خانوما از اون واعصفاهای کنکوره، از اون آرایه هایی که دانش آموز همیشه احساس میکنه واه تضاد خیلی راحته. بریم سراغ تضاد. آرایه ترکیبی میده، بعد تو اون وسط ها رندوم یه دونه تضاد برای خودت انتخاب میکنی. توی ذهنت اینو داری که آقا تضاد یعنی این که مثلا بالا پایین، زی، زیبا، خوب، بعد پر، خالی. از این تضادهای مزخرف توی ذهنت هست. تضاد سه حالت میشه.
که یه حالتش به قدری سخته که تو حاضری 5 تا استعاره و مجاز اون تو پیدا کنی اما تضاده در نمیاد بیرون. اینجا رو نگاه کن، به کار بردن دو یا چند واژه یا عبارت که از نظر معنا یا مفهوم مخالف هم باشن. تضاد اون موقعی که میفته توی مفهوم پیدا کردنش این موی زیر بغل مار میشه. شرطش اینه که شما به مفاهیم کتاب درسی، به نمادای کتاب درسی مسلط باشی، اون موقع دیگه واسفه هست. حالا نگاه کن آقا، بیت اولیمون اینم بگم، اسم دیگه تضادم حتما یاد بگی، یه ها نری 10 تا 15 تا تست تضاد بزنی با خودت بگی که آقا من قشنگ همه چی رو اوکی هم، هر جوری اینو بپیچونه من از احتش برمیام، بعد یه ها میام میبینی به جای تضاد اصلا یه اسم دیگه ای نوشته، به جای مثلا واجارایی نوشته نغمه حروف، یا به جای پارادوکس نوشته تناقض، نقیزه پردازی، بیان نقیزی، متناقض نما، از این اسما می نویسه. بعد یه اونجا شروع میکنی به فحش دادن من که آقا این الان یه آرایه‌ای بودیم به ما درس داد. نگاه کن، بیت اولمون از کتاب درسیمون انتخاب شده. هنر خار شد جادویی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند. یه دقیقه دقت کن، هنر کار خوبه، جادوگری کار بده، پس این دوتا با هم دیگه تضاد دارن، درست؟ همینجا خار یعنی پست، ارجمند یعنی عزیز و گرامی، این دوتا هم با هم تضاد دارن. نهان که معنیش مشخصه، آشکارم مشخصه، این دوتا هم با هم تضاد داره. راستی یعنی کار خوب، گزند یعنی تجاوز به حقوق دیگران، پس این دوتا هم با هم تضاد داره. یعنی حضرت فردوسی زحمت کشیده اینجا فقط یه دونه شد اضافی آورده، هر کلمه ای که آورده یه قرینه متضادش رو برداشته آورده و بیتش خیلی هنریه. حالا اگر بهت بگه که آه چند بار آرایه تضاد به کار رفته، تو به تعداد این تضادهایی که اینجا هست مثلا میگی 4 بار از آرایه تضاد استفاده کرده، عادت کن پیدا کنی. نگاه کن ریاضی 91 میگه در کدام گزینه تضاد بیشتر به کار رفته، یعنی شما باید تعداد قرینه ها رو بشموری. فقط اینجوری نیستش که الان همیشه بگی که آقا هنر رو مثلا جادویی با هم تضاد داره، این بریم بیت بعدی، یه ها تا آخرین کلمه بیت باید بخونی، چون نوشه بیشترین کمترین، اینا از اون تستاییه که با این عنوانای بیشتر و کمتر هم میاد. بعدیش جور دشمن چه کند گر نکشد طالب دوست، گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به همند. دوست و دشمن، گل و خار، غم و شادی باشه، آقا این دشمن با این دوست تضاد داره، این گل با این خار تضاد داره، این غم با این شادی تضاد داره، یکی از بچه ها اشاره کرد گنج و مار با همدیگه تضاد دارن. حضرت والا گنج و مار چه تضادی با همدیگه دارن؟ چرا میگی گنج و مار؟ آقا طلا، نقره با مار، با اون جونور چه تضادی داره؟ باریکلا، ببین همین میشه، یعنی از نظر مفهوم، از نظر نماد، گنج نماد آسایش، نماد راحتیه، شما وقتی پیدا میکنی دیگه به آسایشی میرسی، اما مار بله، اما این مار نماد سختیه، درد داره، زهر داره، نماد رنج، عذابه، پس اینا از نظر نمادین با هم دیگه تفاوت دارن. حالا این بیت هم 4 تا به اصطلاح تضاد داشت، اما درباره این نماده یه سری توضیح بدیم. نگاه کن دوست من، آقا توی درس اول سال 11 یه داستانی از سعدی داشتید، شیر و روباه، بوستان سعدی برات انتخاب کرده بود. شیر نماد افراد متکی به نفس بود، خب از اون ور این میرفت خودش شکار میکرد، برای خودش غذاشو میخورد، از اون ور یه روباه داشتیم، این روباهه نماد افراد متکی به دیگران بود، خودشو اگه یادت بیاد زده بود به شل و پلی، سب میکرد که مثلا شیر و گرگ و شغال و اینا بلند شکار کنن، بعد این می اومد باقی مونده غذای اونا رو می خورد، باقی مونده غذای اونا رو خود، نماد افراد متکی به دیگران بود.
حالا تو باید پیدا کنی پرتقال فروشو. آقا شیر و روباه از هر زاویه‌ای تو عالم واقعیت نگاه کنی جفتشون غیر اهلین، درندن، گوشخارن، کوفتن، زهرمارن. خب اما تو اون درس سعدی این دوتا با هم دیگه تضاد داشتن، یه تضاد نمادین داشتن، مفهومی بود. حالا نگاه کن، مثلا یه جای دیگه ما یه دونه شمع داریم توی همین بوستان سعدی، میگه این شمع نماد پرحرفیه. خب این شعله شمع رو حساب کن، این شعله شمع رو میگن زبانه شمع، زبانه آتش. خب سعدی میگه این زبونه هر چقدر تکون بخوره این قد شمع کوتاه میشه، این زبون آدم میمونه، هر چقدر تکون بخوره اعتبار آدم کم میشه. بنابراین سعدی میاد میگه مثل شمع نباشی یا مثل کوه باش. کوه نماد سنجیدگوییه. میگه مثل کوه باش. کوه ساکته، تا باهاش حرف نزنی باهاش باهات حرف نمیزنه. تو برو توی کوه وسط گوگو ا این پژواک صدای خودت ای به خودت برمیگرد. بنابراین سعدی یه نگاه شاعرانه داره، میگه کوه ساکته تا باهاش حرف نزنی، تو ازش چیزی نپرسی. خب آقا شمع شد نماد پرحرفی، کوه شد نماد سنجیدگویی، وظیفه توی دانش آموز چیه؟ که پیدا کنی آقا این دوتا الان با همدیگه تضاد دارن و اگر من این نماده رو برای شما توضیح نمیدادم عمرن شما متوجه این تضاد نمی شدی. پیدا کردن تضاد، پیدا کردن تضاد واقعا آرایه سختیه، مشروط به این که نماده رو بلد بشی. نمادهای دیگه ای هم هست توی مثلا ادبیات پایداری، کوه نماد استقامته، تو ادبیات عاشقانه شمع نماد معشوقه، اما اینی که ما داریم میگیم تو ادبیات تعلیمیه. سعدی میخواد بهت آموزش بده که آقا توصیه کنه سنجیدگو باش، کم حرف باش، پرحرفی نکن. خب تو ادبیات تعلیمی اینا رو میگیره. حالا یه درس دیگه ای داریم تو سال 12 هم، سیمرغ عطار یا اسفا. سیمرغ عطار پر جک و جونوره، همون پرنده هایی هن که به دنبال معشوق میرن و آخری 30 تا پرنده میمونن. هدهد داریم، طاووس داریم، باز داریم، بلبل داریم، جک و جونور داریم، مار داریم، از اون بر گل و گیاه داریم، گل نمیدونم فلان اینا، هر کدوم نماد یه طیف گسترده از مردم جامعه. درست شد؟ حالا تو باید این نمادا رو همه رو بلد باشی که بتونی توی تضاد ازش استفاده کنی. شرطش پیدا کردن نماداست. خب یه جدولی تو همین جزوه به عنوان نمادهای کتاب درسی از 10 هم 11 هم 12 هم برات نوشتم و عاجزانه ازت خواهش میکنم که اون نمادها رو حفظ کنی، چون هم اینجا به کارمون میاد، هم تو پارادوکس به کارمون میاد، هم توی استعاره به کارمون میاد، هم توی مجاز به کارمون میاد. همه اینا رو بذاریم کنار، ما تو قرابت معنایی قراره با نماد تست بزنیم. یکی از راهایی که میخوام بهت یاد بدم چجوری تست قرابت بزنیم استفاده کردن از نماده، و شرطش اینه که تو نماده رو بلد باشی. وقتی میگم که مثلا فرض کن که خانم مریم، خانم فاطمه، این نماده چیه، تو بگو، بعد من حالا با اون کلید واژه برات تست رو حل کنم. درست شد؟ سلام نوید جان چطوری؟ ایهام هم میشه، بله ایهام هم میتونیم حساب کنیم، حالا بستگی به جمله‌ای که توش به کار رفته داره. خب تضاد کارش به همین راحتی ها ختم نمیشه. یه نمونه دیگه تضاد بریم با هم دیگه. نگاه کن آقا، میگه دامن دوست به دست دار و ز دشمن بگسل، مرد یزدان شو فارغ گذر از اهرمنان. تضاد داشو بگی. الان آوین میگه دوست دشمن دیگه، یزدان اهریمن، باریکلا دیگه، یه دونه دیگه، یه دونه دیگه، آباری کلا سارا. آقا بکسل یعنی رها کن، اینجا به دست دار یعنی بگیر. پس گاهی وقتا نکتهش اینجاست، گاهی وقتا تضاد توی فعل به کار میره. به این تضاد میگن تضاد فعلی، و کنکور، بچه انسانی، کنکور معتقد تضاد فعلی هنری تره. تضادی که آقا از دو فعل مثبت و منفی از مستری یکسان ساخته بشه، کنکور اینا قشنگتر میدونه، هنریتر میدونه. معشوق به عاشق میگه گفتی به غمم بنشین یا از سر جان برخیز،
معشوق میگه آقا به غم من بشین، از سر جونت بلند شو. حالا بنشین و برخیز رو تا فعل امرن که با هم دیگه تضاد دارن. خیلی هم نایس استفاده کرده. از اون ورم عاشق خاک بر سر میگه فرمان برمت جانا بنشینم و برخیزم، باز دوباره تضاد داره اینجا. حله؟ حالا اینجا رو نگاه کن آقا، اگر همین یه دونه مصرع رو داد، همین یه دونه مصرع رو داد و کل این بیت فردوسی رو داد، گفت تضاد کدومش هنری تره، شما این رو انتخاب میکنی، چون کنکور معتقده که تضاد فعلی تضاد هنری تریه، خیلی کم پیش میاد. اما چون سالهای قبل داشتیم، نمونه شد داشتیم، حالا یه نکته کوچولوه دیگه، چند ثانیه بیشتر وقتمون رو نمیگیره. آقا حواست باشه که تضاد دیگه توی فعل اتفاق افتاده از این هنری تره. بچه احساس میکنه چون اون بیت فردوسی یا مثلا یه بیت دیگه سعدی 6 تا تضاد داره، چون تعدادش بیشتره یعنی هنری تر. نه آقا، توی بگو فردوسی اینجا زحمت کشیده فقط این شد اضافیه، میگه اینا همشون اسمن، همشون صفتن، همشون فلانن، پس کاری نداریم. این چون فعله قشنگتره، هنریتره. نمونه دیگه، برخیز و مخور غم جهان گذران، بنشین و دمی به شادمانی گذران. آقا الان همه تو متوجه این غم و این شادمانیه میشی، اما ما دنبال چی میگردیم؟ تضاد فعلی. یعنی چی؟ یعنی برخیز بنشین. اگر بگم چند تا تضاد داره میگی دو تا، اگر بگم کدومش هنری تره میگی بنشین و برخیز. متوجه شدی؟ معجز خود رفته ای تیز خرامید و گفت هستم اگر میروم، گر نروم نیستم. آقا هستم نیستم، حله؟ این ورم میروم نروم، دو تا تضاد فعلی داره، خیلی هم پرفکت آورده. نه، یه دقیقه دقت کنید، کیانا داره میگه که آقا اینا رو میتونیم پارادوکس هم حساب کنیم. ببینید بچه ها، شنیدید همتون حتما میگن هر جایی تشخیص بود استعاره‌ام هست، هر جایی فلان آرایه بود فلان آرایه هم هست. ها؟ منم اینا رو بهتون میگم، اما دقت کن، دوتا واژه یا یه مفهوم یا دوتا عبارت که با هم دیگه تضاد دارن دیگه نمیتونن پارادوکس داشته باشن. این خیلی کمکتون میکنه. ممکنه من یه بیتی داشته باشم که اینجا دوتا کلمه با هم دیگه تضاد داره و مفهوم کل این پارادوکسه، ممکنه یه همچین بیتی اتفاق بیفته، اما این دوتایی که با هم دیگه تضاد دارن دیگه نمیتونن پارادوکس داشته باشن. دوتا واژه، دوتا عبارت، دوتا مفهوم یا همدیگه رو نقض میکنن یا با هم دیگه تضاد دارن. اینا حواستون باشه. نمیفهمم به خودم، ما هم از سال چت شلوغه. یه بار دیگه بگو اینم، از اون وقتیه دارم این نکته پارادوکس و اینا رو میگم جوابمو ندی. بگو یه بار دیگه بگو. الان سارا چی، ببخشید، الان میریم سراغ پارادوکس، فرقشو میگم. فهمی خانم فرقی نمیکنه، مستراشون باید یکی باشه. میگم ممکنه یه وقت پارادوکس و تضاد رو بدن؟ چرا ندن؟ اصلا همه زور طراح اینه، تو دوتا، تو این آرایه ترکیبی ها دوتا می نویسه تضاد، دوتا می نویسه پارادوکس. اون میخواد تو رو اخفال کنه، اما تو خیلی راحت وقتی میفهمی پارادوکس یا تضاده، دوتا گزینه دیگه حذف میشه. تو از این رکب طراح به عنوان یه تناب استفاده میکنی، خودتو بکشی بالا. این خیلی کمک میکنه. الان بذار فرق پارادوکسش هم میگه. بله با هم میدن. بله، نمونه حرفه‌ای تر داریم. آقا توی مبحث دستور، توی گروه، توی ساختمان واژه، یه بخشی رو انتخاب کردیم گذاشتیم کنار به عنوان ساختمان فعل. توی این بخش ساختمان فعل میایم فعلا رو حلاجی میکنیم، میگیم آقا چی داره چی نداره. پیشوند داره، بن داره، پسوند داره. پیشوندا شامل چی هست؟ بنه چیه؟ پسوندا شامل چی میشه؟ خب توی قدیم بین پیشوندها و پسوندها فاصله میافتاد. ببخشید، بین پیشوندها و بن فعل یه وقتا فاصله میافتاد. مثلا اینجا رو نگاه کن، میگه بیستون کندن فرهاد نکاریست شگفت.
آقا تا چند وقت پیش تو اگه میرفتی در خونه رفیقت، مادرش پشت آیفون میگفت فلانی خانه نه است. نه است یعنی چه؟ است یعنی حضور دارد، نه است یعنی حضور ندارد. پس نه است همون نیستیه که امروزه استفاده میکنیم راحت تر تلفظش کنیم. حالا اینجا رو نگاه کن، بین این نهه با این است فاصله افتاده. خب تو باید این دوتا رو بچسبونی به همدیگه، این نیست رو بسازی، نیست رو بیای با این استه تضاد بگیری. پیدا کردنش خیلی سخت میشه، حواست باشه. شعری که علمی باشه ولی غیر ممکن چی میشد؟ حسن تعلیل میشد. حسن تعلیل میشد. متوجه این نکته شدی؟ آقا پس حواست باشه توی فعلا تضاد فعلی که میخوای پیدا کنی عین این میمونه. یه دونه فرغون گرفتی دستت، تیکه پاره های فعلا رو جمع میکنی، میچسبونی به هم دیگه، میری جلوتر با یه فعل دیگه تضاد میگیری. ردیف؟ بزن تست شماره دو رو ببین. آقا علی جان این تخته رو ردیف کن براش. تست شماره دو رو بزن، گزینه بگو. بیشترین آرایه تضاد رو میخوای. اسرا دقت کن، آقا شیرین ننماید به دهانش شکر وصل، آن را که فلک زهر جدایی نچشاند. دیگه گزینه نگو، الان به من بگو تو گزینه یک چند تا تضاد داره. تو گزینه یک چند تا تضاد داریم؟ دم شما گرم. یه دونه میتونیم بگیم شکر با زهر، یه دونه میتونیم بگیم وصل و جدایی. آقا شکر تو ادبیات نماد شیرینیه، شیرینی نماد آسایشه. ایشالله که کامت تلخ نباشه، اما زهر همیشه نماد تلخیه. این تلخی نماد سختی هم ممکنه باشه. پس این دوتا از نظر نمادین با هم دیگه تضاد داره. پس این بیت دوتا آرایه تضاد داره. دو، قناعت می کنم با درد چون درمان نمی یابم، تحمل می کنم با زخم چون مرهم نمی بینم. این چند تا؟ دم شما گرم. آقا درد درمان، زخم مرهم. پس اینم دوتا. سه، شور فرهادم به پرسش سر به زیر افکنده بود، ای لب شیرین جواب تلخ سر بالا چرا. چند تا؟ سه تا. باریکلا. آقا یه دونه میتونیم بگیم پرسش با این جوابه، سوال و جواب با هم دیگه تضاد داره. یه دونه میتونیم بگیم شیرین با این تلخه، یه دونه دیگه بگیم زیر و بالا. درست؟ یا به قول صالحی سر به زیر و سر بالا. در صورت سه تا داره. تا اینجا گزینه یک و دو رو نقضش کرد. خب آقا فاطمه میگه که شور و شیرین رو با هم دیگه بگیریم یا نه؟ خانم آقایون بگیریم یا نه؟ شور و شیرین رو با هم دیگه تضاد بگیریم یا چی؟ باریکلا تضاد نداره فاطمه خانم. نگاه کن، شور متضادش میشه بی نمک، شیرین با تلخ تضاد داره. درست شو؟ اصلا کاری نداریم که شور اینجا به معنی شوقه. شاید اصلا بعضی جا ایهام داشته باشه، بتونیم هر دوتا معنی رو جایگزین کنیم، فرقی نداره. گیریم که این شور واقعا به معنیش مزه باشه و این تلخ هم نباشه اصلا توی بیت. خب باز شما اجازه نداری شور و شیرین رو بگیری. درست؟ متضاد شور بی نمک میشه، اینو حواست باشه. مراد نظیر بگیریم، شور و شیرین ما هم دیگه یا مرزن دیگه. خب گردون مرا ز مهنت هستی رها نخواست، مرگم رسیده بود ولیکن خدا نخواست. مرسی هستی و مرگ، زندگی و مرگ با هم دیگه
تضاد داره. اینم یه دونه. جواب ما میشه همون گزینه سوم. آقا تضاد بله این صفحه بالا یا اصلا ریسترش کنم که کل صفحه رو میخوای بگیری بگی بفرم. اگر کسی میخواد شات بگیره چیزی متوجه نمیشید از این که همش سیاه. محنت یعنی رنج و سختی ریحانه، با شادی تضاد داره. هر کی که رهاه شاد نیستش که. معشوق شما رو رها میکنه شما شاد نمیشی، رها هستی اما شاد نیستی. حالا بریم سراغ پارادوکس. پارادوکس تا ساعت 3:30 چنده حالا؟ چرا اینقدر سوال میپرسی؟ تازه 2:30 که جدول نماداتون همین جزوه هست دیگه. جزوه وقتی بیاد تو لایسنستون توی پنلتون اونجا میذار. آقا نگاه کن، یک نکته اول، تناقض بهش متناقض نما، پارادوکس، بیان نقیضی، یا بعضن توی این آزمون‌های آزمایشی نقیض پردازی هم میکن. خب جمع کردن و آوردن کلمات متضاد، دو تا کلمه متضاد بیاریم با هم دیگه جمعش کنیم که در یک لحظه به هم یا به یک موجود دیگه نسبتش بدیم. این از نظر منطقی میشه پارادوکس. آقا من میگم امروز هوا گرمه، فردا هوا سرد. اینجا گرم و سرد با هم دیگه تضاد دارن. اما اگر بگم این اتاق هم گرم هم سرده، این دیگه میشه پارادوکس. تو با خودت میگی آقا گرجی چی شد؟ تکلیف ما رو مشخص کن. بالاخره دیوونه شدی؟ بالاخره هوا یا گرمه یا سرده؟ نمیتونه که هم گرم باشه هم سرد باشه. این از نظر منطقی پذیرفتنی نیست. وجود هر کدوم از این دوتا دارن هم دیگر رو نقض میکنن. یعنی چی؟ یعنی اگر گرم باشه دیگه سرد نیست، اگر سرد باشه دیگه گرم نیست، جفتش با هم دیگه نمیتونه باشه. ما هم آدم زشت داریم هم آدم زیبا داریم. شما هم میتونی الان چشتو ببندی یه آدم زیبا تصور کنی، هم میتونی چشتو ببندی یه آدم زشت تصور کنی. اما تو یه لحظه نمیتونی چشتو ببندی یه نفر رو تصور کنی که بگی هم زشت هم زیباه. چی شد؟ چرا با خودت درگیری داری؟ بالاخره طرف یا زشت یا زیبا، این دوتا داره هم دیگه رو نقض میکنه. حالا نگاه کن، شنیدم که دارم بهت میگم بعضی از همکارامون میان بچه رو اینجوری اخفال میکنن، از سر بازت میکنه. نگاه کن دوست من اینجا رو نگاه کن، میگه آقا فرق تضاد و پارادوکس چیه؟ اینجوری میگه آقا این هنر با این جادوگری تضاد داره، درست شو؟ بینشون چه اتفاقی افتاده؟ بینشون یه خار شدن فاصله افتاده. یا مثلا اگر نهان با آشکار با هم دیگه تضاد داره، بینشون یه دونه راستی فاصله افتاده. توی تضاد اینا از هم جدان، اما توی پارادوکس به هم دیگه میچسبن. بعد تو هم میگه یه دونه مثال دیگه میزنیم. بله 10 تا پر خالی، سایه خورشید، دریای آتش، همین شعر رو برام. من 150 تا برات مثال میزنم. اما قانون نیست آقا جون. این راه های مندرآوردی رو از ذهنت پاک کن. درسته که توی 4 تا مثال میتونیم بگیم که آقا اینا با کسره به هم دیگه چسبیدن، چون حالت ترکیبه. منم دارم بهت میگم یا این دوتا متضاده به هم میچسبن یا به یه موجود دیگه میچسبن. مثلا وقتی من میگم که سایه خورشید، آقا این خورشید به عنوان منبع نور گرد از هر طرف نگاه کنی باید نور داشته باشه. اگر سایه داره دیگه خورشید نیست، اگر خورشید باشه دیگه سایه نداره. این دوتا دارن همدیگر رو نقض میکنه، با کسره هم به همدیگه چسبیدن، یه ترکیب پارادوکسیکاله. اما اینجا رو نگاه کن عزیز من، اصلا ولش کن اینو. یه مثال دیگه تو کتاب درسیتون داشتید شما، یه شعر داشتی درباره امام زمان بود، میگفتش که یاد تو آرامشیست طوفانی. کو این کسره الان؟ که یاد تو آرامشیست طوفانی. الان آرامش بخش بودن
و طوفانی بودن یعنی استراب برانگیز بودن رو تو یه لحظه به یاد معشوق نسبت داده. کسرش کو؟ خب اگه چشه تو عادت کنه دنبال کسره بگردی بگیم آقا بی هنری های هنر کسره داره، نمیدونم دولت فرق کسره داره، خب بیا تو سومیه این مورچه تو اصل گیر میکنی دیگه. بخون ببینم. سفر دراز نباشد به پای طالب دوست، که خار دشت محبت گل است و ریحان است. اصلا اینم ولش کن همینجا، خار دشت محبت گل است. پارادوکس داره، خار نماد زبریه، سختیه، بعد گل نماد لطافت نرمیه. کو کسرش؟ از کجا میخوای بفهمی؟ میبینی؟ پس اقفال این حرفا نشو، یه ذره به شعور خودت احترام بذار. هر راهی که هر جا توی این ویدیوهای یه دقیقه این اینستاگرام میبینی که آقا چقدر راحت حل کرد، برو چهار تا مثالش هم نگاه کن ببین شاید یه چیز نقضش رو پیدا کنی، اون وقت بری اونجا یه کامنت بذاری هرچی بدترش رو فوش بدی. متوجه ای؟ آقا کی شود این روان من ساکن، تو تلخترین شیرین منی. باریکلا من تا اینو جواب ندم هی چیز میکنه. باریکلا این چنین ساکن روان که منم. ببین الان ساکن بودن و روان بودن رو تو یه لحظه به خودش نسبت داده. نسبت دادن دو تا صفت متضاد در یک لحظه به هم، این میشه پارادوکس. هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. آقا شما میتونی انسان حاضر چشتو ببندی تصور کنی، میتونی چشتو ببندی انسان غایب تصور کنی، اما حاضری که غایب باشه قابل درک نیست. نمیتونی بگی فلانی هم هست هم نیست، هم من الان اینجا تو جهشینو درس بدم هم برم یه جای دیگه تو کلاس خصوصی یا توی مدرسه دیگه. این از نظر منطقی پذیرفتنی نیست، که اگر میشد چقدر خوب میشد پول در میآوردیم. الان حاضر غایب، حاضر بودن و غایب بودن رو تو یه لحظه به یه وجود نسبت داده، این میشه فرقش. آها زهرا داوری نوشته آقا صفت خدا نیست. یه دقیقه دقت کن تکلیفشو همینجا مشخص کنی. آقا توی مبحث آرایه ها ما این خدا پیغمبر همه پیغمبر ها مسائل دینی مسائل اعتقادی همه اینا رو یه پک میکنیم میذاریم کنار. ما اصلا وارد مسائل مذهبی باورهای دینی اعتقادی خدا پیغمبر و این حرفا نمیشیم. خب طراح هم دکتر اسکول نیست، میفهمه. اون شاعرم خودش میفهمیده که قرن چهارم داشته شعر میگفته. دقت میکنی؟ سوسک میشیم هممون. و دانش آموزی هم میاد میگه آقا مثلا این که موسی عصاشو زده مثلا نیلو شکافته این از نظر من اغراق داره. خب لا مثلا سوسک میشیم الان. نه اولا تو کنکوری همچین سوالی میاد. خب به خاطر که نه اصلا شعر این شکلی داریم که ما بخوایم مثلا بیتی که معجزه پیامبر بوده بیایم اینو اغراق بگیریم. یه همچی چیزی اصلا شدنی نیست. توی این پارادوکس، توی اغراق، توی یه سری از آرایه ها مسائل دینی و اعتقادی رو میذاریم کنار، به جاش توی تلمین و تضمین بغلشون میکنیم، چون اصلش همین چیز هست. حالا نه سارا جان، یکی پرسید اسمشو یادم نمیاد، پرسید که درباره خدا اگر باشه حاضر غایب رو به خدا نسبت بدیم یا مثلا حاضر و غایب بودن رو به وجود مبارک امام زمان نسبت بدیم. خب شاعر نمیاد یه همچین کاری بکنه که منو تو بگیم پارادوکسه. روشو مسائل اعتقادی رو قاطیش نکنیم. آقا پارادوکس مانند تضاد میتواند در یک مفهوم به کار برود، یعنی همون مفهومه، همون زهر و شکره که نمادین بودن توی پارادوکس هم میتونه به کار بیاد. با تضاد خیلی من خودم بعضی وقتا در تسان نمیتونم پیدا کنم چطور میتونیم باید تشخیص بدیم. فقط خانم دریا بقیه بچه ها فقط برای کسری از ثانیه این چش مبارکتو ببند و بگو که جفت اینا رو همزمان من نمیتونم تصور کنم، از نظر منطقی پذیرفتنی نیست. به همین راحتی وجود هر کدومشون داره اون یکی رو نقض میکنه. الان اینجا رو نگاه کن، فرق تضاد و پارادوکس در این است که بنویس برای تضاد تصویر ذهنی داریم، برای تضاد تصویر ذهنی داریم، اما پارادوکس این گونه نیست.
باریکلا باریکلا نورا تضاد و عقل قبول میکنه، پارادوکس عقل ما قبول نمیکنه. چرا دیگه؟ هر چیز متضادی رو شما میتونی تصور کنی. شما نور رو میتونی تصور کنی، تاریکی رو میتونی، شب روز، بالا پایین، بلند کوتاه، زشت زیبا، جدا جدا، اینا رو میتونی تصور کنی. تو یه لحظه با هم دیگه درکش برات سخت میشه. زهر شیرین هجر تو، چون زهر نمیتونه شیرین. باریکلا باریکلا. جمله این بود که فرق تضاد و پارادوکس این است که تضاد تصویر ذهنی داریم، در پارادوکس تصویر ذهنی نداریم. خب بیا یه دونه تستشو بزن ببینیم. تستشو بزن و این اون تضاده به هم بگو که آقا توی هر بیتی که میگی پارادوکس داره چند تا پارادوکس داره؟ نه واقعا ممکنه حالا این نفر از نظر اون بحث علمی فیزیک جسمانی و بدنی بخوای حساب بکنی، خب یه نفر نمیتونه هم پدر باشه هم مادر باشه. از نظر پتانسیل جسمی بخوای حساب کنی، پدر که رحم نداره آقا، درست شو؟ اینا نمیتونه. اما از این دید که آقا هم وظایف پدری رو انجام داده هم وظایف مادری رو انجام داده، این شدنیه دیگه. بس این داره بیده. از چه دیدی نگاه کنی؟ یه وقتا یه چیزایی به ذهنتون میرسه، خدا شاهده به شطور بگیر و کوهانش بومه دارم سبز میشه. آقای چی بود به ذهنتون رسید؟ زبندگی شما 100,000 آزادی است. خیلی ها میخونن 100,000، 100,000 آزادی است که سلطنت کند آن کو بود گدای شما. بیت اولمون توی هر مصرع باریکلا سارا جدا جدا یه پارادوکس داره. نگاه کن اینجا میگه از این که بنده تو هستم، از اینی که من اسیر تو هستم، 100,000 بار احساس آزادی میکنم. و یعنی چی؟ و با خودت درگیری، یارو پاهاتو بسته، دستاتو بسته، تو داری احساس آزادی میکنی؟ این میشه پارادوکس. این بر میگه سلطنت کند آن کو بود گدای شما. کسی که گدای توه پادشاهی میکنه. خب نشد که، پادشاه به گدایی نیاز نداره. اگر گدایی میکنه دیگه نمیتونی بگیم پادشاهه. اگر این باشه این نیست، اگر این باشه دیگه این نیست. وجود این دوتا دارن همدیگه رو نقض میکنن. پس این بیت دوتا پارادوکس داشت. بعد گزینه دوم، گزینه دوم، این گزینه دومو اکثرا اشتباه میخونید. تلفظ بیتو دقت کن. به روز افغانی و شب یاربی داشت، به یمن عشق خوش روز و شبی داشت. یه مورد اول اینه که آقا اینو میخونن روز افغانی. ما روز افغانی و عصر بنگلادشی و شب پاکستانی نداریم. خب به روز افغانی و شب یاربی داشت. افغان یعنی فغان، یعنی ناله. میگه روزها ناله میکرد، شبها یارب یارب میگفت، خدا رو صدا میکرد. الان روز و شب هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. مثل این میمونه که من روزها مثلا معلمی میکنم، شبها در اسنپ کار میکنم. این دوتا هیچ ربطی به هم دیگه نداره. اینم یمن نیست، یمنه. به یمن عشق خوش روز و شبی داشت. به مبارکی این عشق روز و شب خوبی داشته. الان دوتا صفت متضاد تو هیچ مصرعی به هم نسبت نداده. تضاد داره، بین شب و روز تضاد بگی، اما پارادوکس نداره. پس جواب میشه همین گزینه دوم. خب بعدی، خاموشی از کرده های بد به فریادم رسید. این به خاطر این کارهای بدی که کردم سکوتم کمکم کرد. بی زبانی ها زبان عذرخواهی شد مرا. اینی که بی زبانی من نوعی زبان، نوعی تکلم به حساب بیاد، این میشه پارادوکس. یه بیان پارادوکسیکاله. نمیتونیم بگیم یه نفر سکوتش حرف زدنش به حساب میاد. این میشه پارادوکس.
گزینه چهارم دو تا داره. آقا دعوی هستی در این میدان دلیل نیستی است. همونو مشخص کن. دعوی یعنی ادعا. میگه ادعای بودن دلیل بر نبودنه. اینی که من بهت بگم محمد صالح تو کلاس هستی، محمد صالح بگه بله هستم، این بله هستم گفتنش یعنی که نیست. آقا دیوانه نیستیم که با خودمون مشکل نداریم، داره میگه هستم، ما میگیم این هستم گفتنش یعنی نیست. ادعای بودن در این دنیا دلیل بر نبودنه، میشه پارادوکس. هر که فانی میشود موجود میدانیم ما، هر کی که نابود میشه تازه به نظر ما به وجود اومده، هر کی میمیره تازه متولد شده. چی داری میگی؟ تکلیفش با خودش مشخص نیست. نه سارا، خاموشی، سکوت یه وقتا به فریاد آدم میرسه. سکوت همیشه آدم رو کمک میکنه، همیشه. اون نمیتونه باشه. خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است. بله آقا، چهار رو بزن، چهار رو بزن ببینی. چهار تست سختیه. یکی از گزینه‌هاش معتقدم که اصلا در سطح کنکور نیست، یعنی برای بچه‌ای که کارشناسی میخواد بزنه. این ایراد تایپی هم هستا، این یه دونه اضافیه. این گزینه سه یه دونه که دار، اونش یکیش اضافی. شقایق میگه چهار، محمد صالح دو. دوستایی که همینجوری رنده دارید میکنید دو، حواستون باشه گزینه دو رو یه بار دیگه بخونی. میگم اون گزینه دومش درک پارادوکسش یه ذره سخت میشه. گزینه اول که باهاش مشکلی نداری. بی قیمتی ما ز گرانمایگی ماست. میگه این که ما بی ارزشیم به خاطر اینه که خیلی با ارزشیم. چی شد؟ یا خیلی با ارزشیم یا خیلی بی ارزشیم. الان بی ارزش بودن و با ارزش بودن رو توی یه لحظه به ما نسبت داده. این میشه پارادوکس. پس این داره. گزینه دوم رو نگاه کن. در ره عشق مسلمان نتوان گفت او را، که به کفر سر زلفت نبود ایمانش. یه سوال میپرسم، کفر یعنی چی؟ کفر یعنی نبودن ایمان، خلع ایمان. باریکلا مهدیه، یعنی بی ایمانی. میگه به بی ایمانی ایمان داشته باشه. کسی که به بی ایمانی ایمان داشته باشه، با این پارادوکس دیگه، ایمان داره دیگه، نمیتونیم بگیم بی ایمانه. ایمان داشتن به بی ایمانی یه جور بیان پارادوکسیکال میشه. اینم داره. گزینه دومش ذره درکش برای بچه سخت بود. سه، ره رستگاری در افکندگی است. این وره بگه که خورشید جمع از پراکندگی است. خورشید، این جرم آسمانی، به این دلیل منسجمه. دلیل انسجام خورشید اینه که هی داره پراکنده میشه، هی داره خودشو پخش میکنه. آقا چیزی که پخش میشه دیگه دلیل بر انسجامش نیست. این میشه پارادوکس. اینم داره. پس جواب میشه گزینه چهارم. اما برای گزینه چهارم یه نکته بنویس. آه گاه از دل زداید زنگ و گه زنگ آورد، ابر گاه از باد جمع و گه پریشان می شود. دقت کنید آقایون خانوما، وجود کلماتی از قبیل گه و گاه توی جمله باعث برهم خوردن رابطه پارادوکس میشه. الان توی همین مثال، همین مصرعه، همین رو در نظر بگی. فقط نمیگه ابر هم جمعه هم پریشانه، میگه ابر گاهی جمعه گاهی پریشانه. این باد باعث میشه که ابرها گاهی جمع بشن گاهی پریشان بشن. نگفته توی یه لحظه هم جمع هم پریشان. این جمع و پریشان بودنه با هم دیگه تضاد داره. این دیگه بیان پارادوکسیکال نیست. مرسی مهدیه. جا افتاد دراتون؟ یه تست دیگه بزن خیالمون راحت شه. یه تست دیگه بزن خیالمون راحت شه.
از بچه های مدرسه های خودم کسی هستش تو این کلاس؟ اگه کسی از بچه های خودم هست دیگه، حالا مدرسه هایی که هستم بچه هم میدونن دیگه، کسی از مدرسه های خودم هست بگه، چون من توی کانال و پیج خودم استوری اینا نذاشتم که بچه های مدرسه های خودم نیان و بدونیم که چند نفر چجوری اومدن. اسکی کسی نیست. آقا باز دوباره گفته همه بیتا پارادوکس دارن بجز بیدل. تخلص شاعر بیدل دهلوی میگه بیدل این کم همتان بر عز و جاه فخرها دارند، آری بیش نیست. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که اینا بهش افتخار میکنن ننگشونه. این میشه پارادوکس. این یه میمونه که من الان مثلا بیام بگم با افتخار بگم من یک انسان معتاد دوست هستم. آقا این چیزی که تو داری بهش افتخار میکنی این باعث ننگته. کسی نمیاد به دوست بودن و معتاد بودن و نمیدونم هیز بودن و بیسوادی خودش افتخار بکنه. متوجه ای؟ فخرها دارند اما این فخری که میکنن آرشونه، ننگشونه. پس این پارادوکس. خب؟ لاله و گل زخمی خمیازند، عیش این گلشن خماری بیش نیست. عیش علاوه بر این که معنی زندگی میده، جسارتم ببخشید چشم و گوشتو باز میکنم، عیش به معنی مستی هم هست. حالت سرخوشی که از رسیدن اون خاک برسری به بدن و تأثیرش توی بدن ایجاد میشه میگن عیش. حالا اگر اون خاک برسری به بدن نرسه بعد از چند ساعت که مثلا طرف نجسی رو خورده خمار میشه. متوجه ای؟ این کروکودیل خمیازه میکشن. درست؟ میگه عیش این گلشن خماری بیش نیست. مستی دنیا خماریه. خب نمیشه که من یا مستم یا خمارم. تو یه لحظه نمیتونم هم مست باشم، هم حالت سرخوشی داشته باشم، هم حالت کوفتگی و خمودگی و بدندرد و هر چیزی که میگن. تو یه لحظه ادغام اینا از نظر منطقی شدنی نیست. داغ دلم چلاله به مرهم نمیرسد، این خونه گرم در جگر روزگار نیست. داره یا نداره؟ هورا میگه نداره، آسمانم میگه نداره. آقا شک کردیم، شک کردیم، بیایم گزینه چهارم. کام آشنا به ما حذر روزگار نیست، جز زهر غصه در شکر روزگار نیست. آقا ده دفعه بهت گفتم زهر نماد چیه؟ نماد تلخی، نماد سختی. شکر شیرینه، نماد شیرینی، نماد آسایش. خب میگه تو شکر روزگار به جز زهر نیست. بیایم یه جور دیگه معنی کنیم، تو آسایش دنیا به جز سختی نیست. و احمق، اگه آسایشه چرا میگی سخت؟ اگه سختیه چرا میگی آسایش؟ این دوتا دارم دیگه نقض میکنه. پس اینم میشه چی؟ پارادوکس. جواب ما میشه گزینه سوم. در دل هر سختی آسانی است. بله کم کم حالا میگید از این جمله ها زیاد میگید، میرسیم به جمله هایی که پشت وانت و خاور و مینیبوس میبینید، از اینا زیاد میگید. داغ دل و مرهم و اینا چی میگی؟ داغ دلم چو لاله به مرهم نمیرسد، میگه من مانند لاله ایم که این داغ دل من، این حسرت دل من هیچ مرهمی نداره. این گجاش پارادوکسه. مرسی مریم خانم، مرسی از کامنت انرژی مثبتت. این را سر کنیم، من با این خاشفه مشکل هم صداقت نشد. خب الحمدلله، الحمدلله که عالی بوده. بریم سراغ یارایه دیگه. میخواید اگه مغزت داغ کرده دو دقیقه استراحت کن، دو دقیقه همینجا در جا استراحت کنیم. مغزمون داد کرد، داد داغ کرده. مرسی خانم نورا، گرم شدیم تازه. دم شما گرم.
آقا بابا بچه هایی که قرار شروع کنی احتمال 99% استثنا از الان میگم هفته بعدمون کلاسمون 99% تشکیل نمیشه، چون هفته بعد من یه کار ریز دارم، یعنی تو هفته دیگه کچل میکنیم، مو بذاریم، مو بکاریم. بعد عرضم حضورتون که احتمالاً دیگه حالا با اون سر و وضع اولیه نمیتونم بیام، یعنی شما در طی این دوره احتمالاً منو تا 4-5 ماه بیمو خواهید دید. ولی خب میگم اون شوخی هم که آقای قضاتی کرد جلسه قبل چیز بود، شوخی بی پایا اساسی بود، چقدر کامنت های بد داشتیم ازتون و واقعا شوخی بودی، همچنین اتفاق نیفتاده بود. و اینکه میگم حالا هفته بعد احتمالا کلاسمون یه ذره با تعلل شروع میشه. سلامت باشی. چیکار کنی از ادبیات خوشت بیاد؟ بیا سر کلاس حالا یک کاری میکنیم خوشت بیاد. یه چیکار کنیم؟ این گندیه که معلم ها تو پایه زدن دیگه. تو سالهای گذشته معمولا، یعنی سالهای دهم، نهم، یازدهم و اینا، شما سر کلاس پسرا که همتون با گوشیاتون ور میرید، بازیهای دست جمعی آنلاین میریزید و یه سری هم که سرشون میذارن رو میز به داشته ها و نداشته هاشون و به قرارهای بعد کلاسشون فکر میکنن. معلمم نشسته اینه کرم قطع نخا اونجا، یه دونه گاج سیر تا پیاز گذاشته یا جزوه خودش گذاشته جلوی دستش. بعد تو همه این حلزون فلج نشستیم روبروش، اون میخونه شعرها رو معنی میکنه، تو هم مینویسی، یه ساعت و نیم تایم ادبیاتت پر بشه، زنگ بخور. بعد آخرش هم نه اون نوشته به دردت میخوره، نه اون کاره به دردت میخوره. کلاس‌های ادبیات اینجوری چیز شده و این باعث دلسردی بچه از ادبیات میشه. گزینشگر کتاب درسی اشتباه کرده، معلم اشتباه کرده، مدیر مدرسه اشتباه میکنه. خدا شاهده به چشم دیدم بچه توی مدرسه ای سر میز صبحونه نشسته بودیم اول سال، این حرفی که میزنم مال 3-4 سال پیشه. خب من دبیر کنکورم، من اعصاب این که برم با بچه دهم سرکله بزنم ندارم، اصلا وقتش هم ندارم. سر میز صبحونه نشسته بودیم، بعد این اومد به ما گفتش که آقا برای دهم یازدهم تو رو خدا یه تایم خالی به ما بده و اینا. گفتم خدا شاهده ندارم، وگرنه بدم نمیاد. حالا جلوی اون یه ذره فیلم هم بازی که واقعا نداشتم. بعد یهو گفتش که آقای فلانی شما چرا نمیای ادبیات درس بدی؟ بعد اون آقای فلانی، بعدا من متوجه شدم که مثلا دبیر تاریخه، هیچ ربطی به ادبیات نداره. و اون آقای فلانیه گفتش که والا درس دادم و من فلانچه به فلسفم درس دادم، اما تا حالا ادبیات گوه کاری نداره که. یه دونه آقای گرژی شما جزوه دهم یازدهم نداری بدی بهشون؟ بعد ما آچمز گفتیم که داریم، بله کتاب های سیر تا پیاز و این حرف هم هست. یارو رفت یه دونه کتاب سیر تا پیاز خرید، روش هم روزنامه کاغذگاده که جلدش کرد که بچه ها نفهمه این سیر تا پیازه. بعد با اون رفت یک سال درس داد. حالا این دبیر تاریخ اگر تو دو تا سوال غیر ادبیات هم ازش بپرسی چجوری میخواد؟ گیریم که آقا بتونی شعر رو معنی کنی، بتونی مفهوم رو برسونی، شعور ادبیت بالا باشه، دستور رو چه کارت میخوای بکنی؟ بعد این آدم اینجوری درس داده که تو الان مثلا نسبت به ادبیات داستانت اینجوری شده. یا دبیر ادبیات هم معلم فلسفه بود. میگم که اکثرا چون به چش دیدم اینو دارم میگم. بعد گزینشگر کتاب درسی هم آه شاهنامه اینقدر جاهای قشنگ داره، داستان دلدادگی بیژن و منیژه داریم، اصلا آشنایی رستم و تهمینه رو داریم، خیلی جاهای قشنگ داریم، خیلی نکته ها داره که اگر برای بچه بگیم بچه به ایرانی بودن خودش افتخار میکنه. اما ما چی اومدیم تو شاهنامه؟ 7:30 صبح رفتیم برای بچه درس دادیم که ضحاک این جمشید رو گرفت تو کوه دماوند، بستنش به یه دونه تخت، با اره وسط نصفش کردن. یا مثلا میایم میگیم که آقا رستم با یه دونه تیر مغز شغاد و دوخت به درخت پشت سرش،
یا اون یکی نمیدونم اشکوس رو اینجوری زد شتکش کرد، فلانی رو با اسب برداشت پرد کرد وسط دریای سرخ. ها این چه جذابیتی برای یه دختر 17 18 ساله. پسر 17 18 سالش وقتی میبینه یارو رو با ارنس کردن 7 و نیم صبح اصلا حال تعو میگیره. این گزینشگر کتاب درسی گند زده، مدیر مدرسه تو انتخاب معلم گند زده، معلمم که قربونشون برم اکثر خانوما میان دو زنگ تایم ادبیات دارن دیگه، به خاطر اینکه این تایم برنامه هفته پرشه دو تا یه ساعت و نیم میدن ادبیات. خب اونم دیگه جایی برای حرف زدن نداره، یا یه سری آرایه داده درس داده به که اصلا لازمت نمیشه، لف و نش رو دیده حالا نیم ساعت هم مونده بزنین چی بگم با این لف و نشه سرگرمشون کنم، این لف و نش رو درس داده، یا اومده از 206 خریدن پسرش رو نمیدونم بد اخلاقی‌های عروسش رو نمیدونم این چرا ورا براتون توضیح داده. این بوده کلاس ادبیات شما، بنابراین این شده که الان تو میگی من نسبت به ادبیات دل سردم و حالا ریختی سر من توی 9 ماه میخوای که مثلا توی 30 جلسه من الان اینو درست کنم. کتاب جامع درس به درس خانم مهندسه، ما چند ساله داریم با کتاب موضوعی میکرو طلایی گاج کار میکنیم، فوق‌العاده کتاب خوب، فوق‌العاده کتابی حالا نگیم بی غلط، 4800-900 تا تست داره، اما تو 4800-900 تا نسبت به کتابای دیگه بازار که تو 2000 تا 200 تا تست غلط پیدا میکنی توش خیلی کم غلط، خیلی کامل. آقای دکتر شجاعی هم خیلی زحمت کشیدن سرش. بریم آقا، بریم بریم سراغ آرایه دیگه، تایم کلاسمون نره. آقا جون اغراق یعنی مبالغه، یعنی بزرگ نمایی. نه خانم محمدپور، با تمام احترامی که به شخصیت و به سواد آقای حالا نویسنده الگو دارم، اما کتابای الگو رو پیشنهاد نمی کنم. باگی که کتابای الگو داره رو ما باهاش سر کلاس به مشکل می‌خوریم. لطفاً یه کتاب جامع داشته باشیم که مشکلات کمترین مشکلی که با کتاب الگو داریم اینه که آقا میریم سر کلاس به بچه میگیم که خب هفته دیگه می‌خوایم قرائت معنایی کار کنیم، هفته دیگه می‌خوایم دستور کار کنیم، 5 تا کتاب یه اندازه یه شکل یه رنگ کنار هم دیگه چیدی، بعد صبحم ساعت 6 و نیم خوابالو یه چیزی رو می‌کشی برمی‌داری میاری دهن منو ببندی. میریم سر کلاس 4 نفر قرابت آوردن، 4 نفر تاریخ ادبیات آوردن، مثلا آشمز میمونیم اون جلسه رو باید چیکار بکنیم. متوجه این کمترین مشکلیه که ما با کتابای الگو داریم. حالا از نظر تستای درست یا نادرستش کاری ندارم. قرابت تک درس، کتاب قرابت دکتر هامون سبتی انتشارات دریافت کتاب خوبیه. آقا دقت کن ببین، بیش از حد معمول بزرگ جلوه دادن صفتی در کسی یا چیزی که با منطق امروزی ما سازگاری نداره، ما اون رو باور نمی کنیم. خب چه زیبایی معشوق باشه، چه بدبختی عاشق باشه، چه دلاوری پهلوان باشه، چه سرعت اسب باشه، توصیف میدان نبرد باشه، اینا بیش از حد بزرگ یا کوچیک نشون داده بشه این میشه اغراق. ما هممون قبول داریم رستم آدم شاخی بود، خیلی گولاخ بود، خیلی بزن بود، خیلی فلان. اما اینکه رستم به عنوان یه وعده غذایی بیاد یه گوره خر کامل بخوره از نظر منطقی دیگه پذیرفتنی نیست. بزرگوار گرسنه‌اش میشه، یه دونه درخت چنار رو از ریشه میکشه بیرون، یه دونه گوره خر شکار میکنه، اینگار که یه دونه بلال گرفتی مثلا سر شعله گاز، بعد یه وعده غذایی یه گوره خر میخوره. خب منطق ما نمیپذیری همچی چیزی رو. وقتی خسته میشه طرف رو با اسب بلند میکنه پرت میکنه وسط دریا وسط رودخونه، با منطق ما چفت نمیشه این. خب بعد حالا استثنام هست، شما نمیبینید صفحه چت اما دارن نشونه میگن. آقا اغراق مثلا نگاه کن، شود کوه آهن چو دریای آب اگر بشنود نام افراسیاب.
تو به یک کوهی از آهن بگو الان افراسیاب میاد، از ترس آب میشه میریزه زمین. اغراق توی چیه؟ توی دلاوری، توی جنگاوری، توی پهلوانی. ترسناکیه کی؟ افراسیاب. میگه این افراسیاب اینقدر گولاخه که به کوهی از آهن میگه الان افراسیاب میاد آب میشه میریزه زمین. درست شو؟ که گفتت برو دست رستم ببند، نبندد مرا دست چرخ بلند. رستم داره به اسفندیار میگه کی به تو گفته بیایی دست منو ببندی منو اسیر کنی؟ روزگار یا آسمونم نمیتونه منو اسیر خودش بکنه. اغراق داره تو پهلوانی، تو خودستایی رستم. یا ما به ما نمیخوری آخه، این که آسمانه نمیتونه ما رو ببنده. تو اومدی مثلا یه فسقل بچه میخوای دست ما رو ببندی. درست؟ اینم اغراق توی پهلوانی. خانم فاطمه کامنتتون ندارم واسط، کامنت نمیاد. یعنی اگرم اومده رفته بالا. لطفا یه بار دیگه بنویسید تا صدام اکو میشه. بچه ها صدام اکو داره الان؟ فاطمه خانم همه میگن که نه. اگر جسارتا برای شما اکو داره یه لحظه برو بیرون دوباره بیا تو برنامه، شاید اوکی بشه. چون الان واقعا بچه ها کامنت نمیذارن. آره چشمتون بیبلا. ز سم ستوران در آن پهن دشت، زمین شش شد و آسمان گشت هشت. آقا یه باور قدیمی داریم، ما میگیم هفت طبقه زمین داریم، هفت طبقه آسمون داریم. چرایی شد توی قرابت معنایی با هم دیگه کار بکنیم، این ریشش کجاست، کجا میاد. خب حالا نگاه کن فردوسی چی میگه. میگه این اسبا ستوران اینقدر تند حرکت میکنن توی میدان نبرد، گرد و خاکی که پشت پای این اسبا بلند میشه یه طبقه از زمین کم میکنه، یه طبقه به آسمون اضافه میکنه. یعنی این هفت طبقه زمین میشه شیشتا، این هفت طبقه آسمون میشه هشتا. زمین شش شد و آسمان گشت هشت. میبینی؟ اغراقش تو چیه؟ تو سرعت اسب، توی میزان درگیری و نبرد، توی ترسناک بودن صحنه نبرد. داره میگه خیلی اسبا با سرعت حرکت میکنن و گرد و خاک زیاده. این اغراق داره. خب اما دقت کن، اگر توی کلاس 50 تایی بگم که بچه‌ها مثلا اغراق برام نام ببرید، مثال بزنید، چهار تا از بچه ها میان ما چهار تا بیت میگن، اینا بچه های های لیول کلاس هن. میان میگن که آقا مثلا بیت فلان، بیت فلان اینا اغراق داره. چهار نفر دیگه یادشون نمیاد بیت رو، اما یه چیزی تای ذهنشون داره. آقا اونجایی که رستم میگفت اینجوری، اونجایی که رخش اون کار رو کرد، اونجایی که اسفندیار این کار رو کرد، اونم میپذیریم. اما مشکل چیه؟ مشکل اینجاست که آقا اغراق فقط توی حماسه نیست. ذهن بسته 90% دانش آموزا احساس میکنه تو صورت سوال وقتی اغراق میبینم با چشم میاد دنبال یه المانی از شاهنامه میگرده. رخش داره، رستم داره، نمیدونم افراسیاب داره، اصلا بیتا رو نمیخواد بخونه به خاطر اینکه مدیریت زمان کنه. در حالی که اینجوری نیست. آقا اغراق همیشه توی شعرهای حماسی نیست. اغراق در شعرهای غنایی یا همون غزل خودمون، شعرهای عاشقانه بیشتره. اما یک، این اغراق اینقدر دستمالی شده توسط شاعرهای مختلف که دیگه اون ابهت اغراق‌آمیزشو از دست داده. دو، ذهن معیوب من و تو نمیخواد این اغراق رو باور کنه، در حالی که واقعا اغراق داره. آقا دقت کن، هر جایی که داره میگه آقا معشوق زیباست، تمام توصیفات معشوق از قرن چهارم بگیر تا شعری که دیشب یه شاعری سروده، اینا همشون اغراق داره. گیریم که معشوق فلانی قشنگه، اما آیا واقعا این معشوق قدش اندازه سروه؟ قدش اندازه شمشاده؟ آیا واقعا موی معشوق اونقدری هست که از پنجره بندازه بیرون یا از چاه آویزون کنه عاشق بکشه خودشو بالا؟
اینقدر این موه سیاه هست که نشه با مشت تشخیصش داد، اینقدر خوشبو هست که عاشق نفهمه الان یه دسته بنفشه است یا مثلا موی معشوقه، لب معشوق اینقدر سرخ هست که من و تو متوجه نشیم که این یاقوته یا لبه، لب معشوق، دهان معشوق اینقدر کوچیک هست که اندازه دهن پسته باشه، چشم معشوق اینقدر خمار هست که اندازه نرگس باشه. همه این توصیفات اغراق‌آمیزه. اصلا باریک بودن کمرش، باریکلا میگه کمرش موی میان، اضافه تشبیهیه، میان معشوق، کمر معشوق رو به مو تشبیه میکنه. خب لامصب آقا اینو فوتش کنی میشکنه. اصلا یه تشبیهاتی که اینا رو جمع کنی رو هم دیگه، یه معشوق فیلمای ترسناک در میاد بیرون، شدنی نیست. حله به چشم اون آدم اینجوری بود. از این ورش بیا نگاه کن، کدوم عاشقه که بتونه مثل ابر بهار گریه کنه؟ بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران. میخواد مثل ابر بهار گریه کنه؟ خاک بر سر یه وقتا داریم تو ادبیات، یه جوری گریه میکنه خودش رو عشق خودش غرق میشه. چه خبرت اینه؟ نداریم یه همچیزه. بیقراری عاشقو داره توصیف میکنه، اغراق داره. میگه هر شب میخوام خاک کوچه تو رو با خونم نقاشی کنم. بی پدر مگه والی چقدر خون داری که هر شب یه دفعه این کارو بکنی که تموم شدی رفتی دیگه، که هر شب این کارو کردن نداره که. می‌بینی؟ پس اغراق توی شعرهای عاشقانه، غنایی، غزل، حالا مثالش غزله، اغراق خیلی بیشتره. یه وقتا تو خودستایی شاعرانه، همون جایی که فردوسی چیز رستم داشت میگفتش که نبندد مرا چرخ دسته بالا، یه اغراق تو خودستاییه. داره میگه ما خیلی خودشاخ پنداریم، خیلی شاخیم. نگاه کن اینجا رو، مرا چو صبح به دست دعا نگه دارید. میگه هر روز صبح تو نماز صبحت برای سلامتی من دعا کن. چرا؟ که روشن از جهان از نفس کشیدن من. دنیا به خاطر وجود من روشنه. بزرگوار اصلا منکر وجود خورشید میشه. یه همچین پدیده ای تو عالم خلقه خلق نشده. فقط دنیا صبح روشن میشه چون این چشاشو باز میکنه. اغراق تو خودشاخ پنداریه دیگه. اعتماد به سقف داره، باریکلا. خودستایی شاعره. یا اینجا رو نگاه کن. دلم اگر تعلق با دهان تنگ تو دارد، روا بود که بگویم که دل به هیچ ببستم. قبلش من اینو برات توضیح بدم. آقا توی ادبیاتی که داریم دربارش حرف میزنیم، توی قرن مثلا 7 و 8 و 9 و اینا، تو اون دوره ملاک زیبایی یک خانوم در ظاهرش دهان کوچیک بوده. آقا کلکل و جنگی بود توی دهن معشوق که توصیف کنن کدوم دهن معشوق دهن کدومشون قشنگتره، کوچیکتره. یکی میاد میگه شبیه قنچه است، یکی میاد میگه نه شبیه پسته است، یکی دیگه میاد میگه نیست قنچه، بدین تنگ دهانی، اینقدر دهن معشوق من کوچولوه که حتی دهن قنچه هم اینقدر تنگ نیست. یکی دیگه مثل این، نگاه کن این چی میگه. دلم اگر تعلق با دهان تنگ تو دارد، میگه اگر دل من تعلق خاطر وابستگی داره به دهن کوچیک تو، روا بود که بگویم که دل به هیچ ببستم. تو اصلا دهن نداری، من دلم به هیچی وابسته شده. میبینی؟ دیگه اصلا تو دست دهن نداری که، اینقدر میخواد دیگه دهن معشوقش کوچیکه. حالا این ملاک زیبایی تو سالهای بعد تو قرنهای دیگه هی داره عوض میشه. کم کم سی سی ژل میزدن، بعد با بیل میریختن، بعد الان با فرغون ژل خالی میکنن. میبینیم ملاکه هی داره عوض میشه توی ما. اما خب اغراق داره، اغراق توی توصیف زیبایی معشوق داره، تو موی فر معشوق. من خودم عاشق معشوقیم که موهاش فره، اما دیگه واقعا این فره اینجوری نیستش که دل توش گیر کنه دیگه، هر چقدر شونه بکشی پایین نیاد، اینی نیفته. اصلا شما تو ادبیات موی صاف دیدی کسی توصیف کنه؟ هیچ شاعری نکرده. بلندی مو رو توصیف کردن، اما اون بلنده هم باز دوباره فر بوده، مثل تناب بوده. تناب حالت پیچ پیچ داره دیگه، متوجهی؟ حالا سیم ظرفشویی و اینا. بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، میزان خاک بر سری عاشقم، میام عین ابر بهار گریه کنم.
تازه این ورش هم یه اغراق دیگه داره، میگه از سنگ ناله خیزد روز ودا یارا. این روز ودا، این روز جدایی اینقدر سخته که سنگم ناله میکنه، اغراق داره. با ساربان بگویید احوال آب چشمم. ساربان یعنی رئیس کاروان، اون کسی که کاروان رو حرکت میده. میگه به اون رئیس کاروان بگو من دارم گریه میکنم، تا بر شطور نبندد محمل به روز باران. اون فکر میکنه که آقا من وقتی دارم گریه میکنم هوا ابری بارون داره میاد، میگه من اینقدر گریه میکنم اون نمیفهمه بارونه یا اشک منه، دیگه اتاق رو اتاقک رو سر شطور نمیبنده که حرکت کنم برم. اغراق تو بیقراری عاشقه، شدت گریه زاری عاشقه. دیده تردامنم تا ایراد تایپیه، میزند نقشت براب، خاک کویت را به خون هر شب منقش میکنن. چهاردم از اون کمکت کنن اینو کویت نخونی، میفهمی که آقا هر شب میخواد بیاد خاک کوچه معشوق رو با خونش نقاشی کنه. این میزان بیقراریه، اشتیاق عاشقه، دلدادگی عاشقه. و میبینی که آقا تو هیچ کدومش نه حرفی از شاهنامه است، نه حرفی از فردوسی، المانی از رخش و رستم و اسفندیار و افراسیاب نداریم. پس اغراق توی شعر عاشقانه بیشتره، اما گفتم یا خیلی دستمالی شده بین شاعرا، اون قبح اغراق‌آمیزش ریخته، یا اینکه نه واقعا شما نمیخواید قبول کنید این اغراقه. شما با واقعا الان همه پسرایی که تو این چتن واقعا دنبال معشوقی میخوان بگردن که آقا قدش این صرف باشه، دهنش اینقدر باشه، اندازه این لعل سرخ باشه و واو 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 واو. همه دخترایی هم که اینجان انتظار دارن یه پسری باشه که هر شب بیاد با خون خودش رو دیوار اینا یادگاری بنویسه. نمیخوایم باور کنیم این داستانو، بنابراین متوجه اغراقش نمیشیم. دستش بزن تست شیشو ببینیم. با خرق عادت فرق میکنه امیر بردو. توی زمینه های حماسه خرق عادت رو میگم بعد از با اون خیلی فرق میکنه. اوه اوه چه چیز سمیه. عروسی جبران کنه. باریکلا. آقا توی گزینه دوم میگه گر برگ گل سرخ کنی پیرهنش را، اینو کنی نخونی ها، گر برگ گل سرخ کنی پیرهنش را، از نازکی آزار رساند بدنش را. بدن معشوق اینقدر لطیفه که اگر پیراهنی از برگ گل سرخ براش درست کنیم این پیرهنه به بدنش بخوره، این بدن مجروح میشه، زخمی میشه. اغراق توی لطافت بدن معشوقه. بله مثل که بچه ها خیلی هم چیز کردن الان همه استوری ها میاد، خودشان استوری گذاشید منم منشن کنیم. و ادبیات همین جوریه، داریم مثلا پرپر میزنیم اینجا مجاز درس بدیم، استعاره درس بدیم، بعد یهو مثلا همون لحظه یعنی دینگ گوشیمون سر همون بیت جزئی ما رو برداشتن مثلا گذاشتیم اونجا. و عرضم حضورتون که کتاب تست میکروطلایی گاج چاپ هزار، یعنی کنکور 1401ش هم اومده توی بازار، بچه‌هایی که با هم دیگه کار میکنیم خریدن، بعد میذارن، یعنی میارن کتابو سر کلاس. اگر توفیق همکاری داشتیم با هم دیگه که ما با اون کتاب کار میکنیم، این جزوه‌مونه، حالا جلسه بعد دیگه رسما کلاسمون رو شروع میکنیم. روزش هنوز مشخص نیست، روزش هنوز مشخص نیست، اما میگم هفته دیگه احتمالاً به خاطر داستانی که بهتون گفتم کاشتمو اینا کلاسمون شاید از هفته بعدش شروع بشه، اما دیگه از هفته بعد روتین میریم جلو. کل مباحث ادبیات رو این شکلی خط به خط با هم دیگه میخونیم، یه دونه تست میزنیم، دو تا تست میزنیم، دیدیم مثلا پارادوکس ذره پیچیده بود، سه تا تست ازش زدیم. کتاب تستت هم که بگیری روی این پارادوکس مانوف میدیم دوباره. آرایه‌ای که مشکل داریم، موزل برای بچه‌ها، روی اونا بیشتر فوکوس میکنیم. بعد آخرش ترکیبی‌ها رو میریم جلو و
پرونده آرایه رو با یه آزمون میبندیم، میریم مبحث دیگه. حالا کنارش دوازدهم هم داریم، قرابت هم داریم، املا و لغت و تاریخ ادبیات هم داریم. هفت خان کتاب خوبیه، خیلی سبز کتاب خوبیه، همه کتابا کتاب خوبیه. اینی که من میگم کتاب میکرو طلایی گاج، دلیل بر این نیستش که حالا این یه چیزی داره که بقیه نداره. این کتاب با مغز من راحت تر چپ شده، من باهاش آشناتم، چند سال دارم کار میکنم. یهو بهت میگم تست 2800 بیار، میدونم که فلان مبحثی که دارم درس میدم شمارش چیه و اینکه واقعا کتاب کم غلطیه. آقای دکتر نجات شجاعی خیلی زحمت کشیدن، خیلی زحمت کشیدن سر این کتاب، کتاب کم غلطیه. مرسی که کامنت مثبت میذارید روی روانخوانی، روی مهارت خواندن با هم دیگه کار میکنیم. بچه نگران این داستان شعرخوانیتون نباشید، ما یه دو جلسه با هم دیگه یه جزوه جداگانه میدم مهارت خواندن. اصلا بهت یاد میدیم که چجوری بیتو بخونی، ازت کار میخوام، تمرین میخوام که بتونی برام شعر بخونی قبل اینکه من برسم سراغ قرابت معنایی و بخوام به تو مفهوم در آوردن رو بگم. تو شعر خوندنت باید درست باشه، شعر رو درست بخون، گل و گل نخونی، رستم و رستم نخونی، کویت و کویت نخونی، تو درست بخون. قرابت معنایی با آرایه میزنیم، با کلید واژه میزنیم، با نماد میزنیم، با هزار تا راه میتونیم قرابت رو بکشیم بالا. قربونتون برم، امیدوارم که کلاس خوب بوده باشه، تونسته باشم یه قدم کوچیکی بردارم. اصلا کلاسمون چطور بود امروز؟ راضی هستید؟ راضی نیستید؟ کلاس باب دلتون بود؟ خب خدا رو شکر. مرسی که قبول زحمت کردید، روز تعطیل وقت گذاشتید اومدید کلاس. ایشالله که پیشتون رو سفید باشم. ما را از دعای خیرتون محروم نکنید. یا علی، خسته نباشید.